در ادامه بحث تواف چند تا تذکر خدمت دوستان عرض میکنم که اینم لازمه که بدانن یک مطلب اینه که ما که میگیم شانه چپ ما به سمت کعبه باشه منظور اینه که شما در حین تواف رو به کعبه نباید بکنین اینجوری برین یا پشت به کعبه هم نباید برین بلکه به طور عادی را میرین و شانه چپ شما به سمت کعبه است این یک نکته نکته دوم اینه که تواف حدش چقدره ما داخل مسجد الحرام که تواف میکنیم چقدر باید تا چه اندازه از کعبه باید فاصله بگیریم میفرمایند شما هر چی به کعبه نزدیکتر باشین ثوابش بیشتره و توافتون هم کوتاه‌تر میشه ولی اگه جمعیت زیاد بود مثل نماز جماعته تا اندازه ای که جمعیت اینا دور میزنن شما میتوانین دور بزنین چون بعضی از مراجع میفرمایند که شما بین مقام بین مقام حضرت ابراهیم و کعبه تواف کنین من این رو تصویر به شما نشان میدم اینجا مقام حضرت ابراهیم هست اینجا کعبه است میگن خوب شما بین مقام و کعبه تواف کنین ولی اگه جمعیت زیاد بود اینجای سیستانه میفرمایند که شما از پشت این مقام هم اگه تواف کنه نشکال نداره این خطا رو ببینید شما تا جایی که جمعیت دور میزنه میتوان تواف کنین چون تواف حد مشخصی از نظر آیسیستانی نداره ولی بهتر اینه که در داخل باشه تواف هم کوتاهتر میشه این نکته دوم نکته سومی که اینجا دوستان سوال میکنن اینه که ما در حین تواف چی ذکری بگیم قرآن بخوانیم ذکر بگیم چی چیز خاصی واجب نیست اون چه واجب هست همون توافهایی که شما باید به طور معمول انجام بدین ولی ذکر هم اگر بخوایم بگیم لا اله الا الله بگین الحمدلله بگین قرآن بخوانین خیلی خوبه اشکال نداره ولی عمده اینه که هم عرض کردم شما عدد ها را عدد دورها را باید به خاطر داشته باشین و شک نکنین که اگر شک کردین تواف شما ایراد پیدا میکنه خب اینم شد دومین واجب از واجبات عمره مفرده احرام بستیم آمدیم دومین واجب تواف هم کردیم سومین واجب از واجبات عمره مفرده نماز تواف هست که بعد از تواف بعد از اینکه تواف ما در حجر الاسود به پایان رسید یعنی هفت دور تمام شد گفتیم از این حجر الاسود نباید بگذریم اینجا نیت قطع میکنیم بلا فاصله باید بریم دوره که رکعت نماز تواف پشت مقام حضرت ابراهیم علیه السلام بخوانیم مثل اینکه در تصویر هست این آقا رو نگاه کنید پشت مقام ایستاد شده یعنی بین ایشان و بین کعبه مقام حضرت ابراهیم فاصله است پشت مقام حالا اگه جمعیت اجازه داد هرچی نزدیکتر به مقام باشیم بهتر اگر شلوغ بود خیلی شلوغ بود دورتر اشکال نداره اینجا نه کم دورتر ولی بین شما و بین کعبه مقام حضرت ابراهیم باشه این نماز تواف را خوب دقت کنین نمیتوانین اینجا بخوانین یا اونجا بخوانین یا جای دیگه بخوانین چون سایر نمازها را ما گرداگرد کعبه میتونیم بخوانیم به سمت کعبه ولی نماز تواف را باید پشت مقام حضرت ابراهیم اینجا بخوانیم به دو طرفش هم نمیشه یعنی اینجا سمت راستش یا سمت چپ نه باید پشت مقام حضرت ابراهیم علیه السلام خونده بشه این یک نکته نکته دوم اینه که باید بدون فاصله باشه یعنی همین که تواف شما تمام شد برین به سمت نماز تواف نگه برین استراحت کنین بعد برین نماز تواف رو بخونین بلا فاصله باید انجام بشه نکته سوم در رابطه با نماز تواف اینه که نماز تواف باید به طور صحیح خونده بشه بنابراین عزیزانی که مکه مشرف میشن حتما همد های خود را نماز خود را پیش یک قاری قرآنی پیش یک عالم دین چک کنن و تمرین کنن که درست مخارج و حروف را درست یاد بگیرن و نماز را به طور صحیح بخوانن نکته چهارم این است که نماز را خود شخص باید بخونه بعضیا به فکر میشن که حالا نمازشون ایراد داره به یک کسی وکالت بدن او از طرفشان نماز بخوانه نه اینجا باید خود شخص بخوانه و درست هم باید بخواند این چهار نکته نکته پنجم که نماز تواف دو رکعته مثل نماز صبح در هر رکعتی حمد خونده میشه با یک سوره هر سوره ای که شما بخونین اشکال نداره از و اقامه هم نداره میتونین بلند بخونین میتونین آهسته بخونین نیت میکنین دو رکعت نماز تواف به جا می آورم قربتن الله میگین الله اکبر شروع میکنیم به خوندنش نماز ما که تمام شد گفتیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سومین واجب از واجبات عمر مفرده تمام شد بعد از اینکه ما نمازمون رو در پشت مقام حضرت ابراهیم علیه السلام خواندیم نوبت میرسه به چهارمین واجب ما که سعی بین صفا و مروه باشد واجبات با سعی الان میگیم اون کجاست ببینید این فضای مسجد الحرام عزیزان این حجر الاسود رو شما نگاه کنید مقابل حجر الاسود به این سمت بعد یک سالون بسیار بزرگی هست که در دو طرفش دو تا کوه کوچکه یکی کوه صفاست و یکی کوه مروه فاصله بین این دو تا کوه 400 متره ما باید بریم داخل اون سالون بشیم از هر جای سالون که وارد شده اشکال نداره ولی باید بریم به سمت صفا از صفا شروع کنیم وقتی به کوه صفا کوتاه بلند نیسته میتونیم بالای کوه همون نزدیکای کوه همون نزدیکش هم که باشیم درسته اونجا میریم از اونجا سعی بین صفا و مروه باید انجام بدیم این چهارمین واجب میشه واجبات سعی هفت تاست که من اینجا نوشته شده خدمت شما توضیح میدم واجبات سعی اول نیت شما وقتی که به کوه صفا رسیدین اونجا نیت میکنین که سعی بین صفا و مروه به جا می آورم جهت عمره مفرده قربتن الله البته ای که ما اینا رو به زبان میاریم از باب احتیاطه و الا اگر کسی اینا رو به زبانم نیاره به دل نیت داشته باشه که من سعی به جا میارم کفایت میکنه در باب تواف, تواف هم عزیزان ها. اگر به زبان آوردیم خوب نیاوردیم هم ولی در دل نیت تواف رو داشتیم کفایت میکنه بعضی ها به شک نیفتن که ما نیت نکردیم در حالی که در دلشان بود که من تواف به جا میارم همون در دل نیت داشته باشه کفایت میکنه ولی احتیاطا به زبانم آورده بشه اینجا هم ما نیت میکنیم سعی بین صفا و مروه به جا می آورم جهت عمره مفرده قربت الله یک واجب دوم اینه که از کوه صفا شروع کنیم ما نمیتونیم بریم به کوه مروه از اونجا شروع کنیم از وسط سالون هم که وارد شدیم اونجا تابلو داره میریم به سمت صفا در کنار کوه صفا اونجا نیت را میکنیم شروع از صفا میکنیم از صفا که شروع کردیم رفتیم به سمت مروه همونجور که در تواف خدمتون ارز کردم با انگشترتون میتونید حساب کنید شروعش یعنی این شوت اوله دور اوله میرین به سمت مروه اونجا میشه یکی تمام میشه از مروه بر به سمت صفا این میشه دوتا خلاصه این عدد را حفظ کنیم خب رفت ما میشه یکی وقتی برگشتیم میشه دوتا میریم میشه سه بر میگردیم چار. میریم پنج برمیگردیم شش بعد میریم میشه هفت به مروه ختم میشه پس شروع سعی ما از سفاس و ختمش به مروه ختم کردن به مروه واجب چارم اینه که هفت دور تمام باشد نه کم نه زیاد وقتی شما در مروه رسیدین دور هفتم شما تمام شد نمیتونین به نیت صفا مروه بیان یک ده قدم دیگه هم برگردین نه دیگه همونجا نیت قطع میکنین هفت دور تمام باشد واجب پنجم سعی از طریق متعارف باشد ببینید امروز چون جمعیت زیاد شده صفا مربع تقریبا چهار طبقه شده اون طبقه معمولی که هست کمکفه از قدیم بوده او هست بعد زیر زمین هم یک طبقه درست کردن اونجا هم صفا مروه میکنن بعد یک طبقه دومی هم هست طبقه سومی هم هست که با زیر زمینش میشه چهار طبقه میگن شما صفا مروه باید از اون راه معمول باشه یعنی همون طبقه هم کف را انتخاب کنید زیر زمین نرید دوم سوم هم نرید که صدق بین صفا درست بکنه اینم سعی از طریق متعارف باشد این پنج تا واجب ششم این است که هنگام رفتن به مروه رو به مروه و هنگام برگشتن به صفا رو به صفا باشد ببینید اینجا مثلا کوه صفاس اون طرف کوه مروه است شما وقتی به سمت مروه میرید به همین شکل برید معذرت میخوام به اینجوری نرید قسمت جلوی بدن شما به سمت مروه باشه یا پشت نرید بعضی وقتا میشه که پشت سرتون رو میخواین صدا بزنید پشتکی میرید این سعی حساب نمیشه اگر کسی رو میخواین صدا بزنین بیستین اینجا دور روشتون رو صداش بزنین وقتی آمد کنار شما کنار هم قرار گرفتین از همونجا ادامه بدین در اینی که روتون برگردانده شده ادامه ندین به سعی پس تمام صورت شما سینه شما قسمت جلوی بدن شما به سمت مربع باشه کما این که از مروه وقتی برمیگردین رو به صفا باشین بعضی وقتا میشه که در وسط صفا و مروه شما تشنه میشین میتونین آب بخورین قمقمه یا همراهتون هست در اینه که میرین آب بخورین اشکال نداره اما اگه آب نداشتین میخواستین برین از اون کنار آب بخورین همون جایی که شما قرار دارین در نظرتون بگیرین سعیتون برای یک لحظه قطع میکنین میرین آب میخورین برمیگردین سر جای اولتون از اونجا ادامه میدین این یادتون باشه نکته مهمیه که خیلی مراعات نمیکنن پس وقت رفتن به سمت مروه روی ما به سمت مروه باشه وقت برگشتن به سمت صفا رو ما جلو بدن ما به سمت صفا باشد این ششمین واجب واجب هفتم موالات عرفیه در دورهاست شما وقتی که صفا مروه میارین در بینش نباید بریم بشینین سرعت کنین مثلا دو دور زده میگه حالا ما خسته شدیم بریم یک چای بخوریم باید بیام ادامه بدیم چای خوردن اگه در آن واحد یک آب خوردن باشه اشکال نداره این موالات عرفیه به هم نمیزنه اما اینکه برید بیرون یه چیزی بخرید دوری بزنید نیم ساعت یک ساعت بعد بیاد ادامه بدید موالات به هم میخوره باید این هفت دور پشت سر هم باشه بعضی وقتا شما دور چهارم پنجم بعضی ها سنشون بالاست خسته میشن اشکال نداره یک لحظه میشینن یک دم میگیرن یک استراحت میکنن ادامه میدن اشکالی نداره ضمن اینم هم عرض کنم کسانی که برای رفت آمد مشکل دارن پاشون درد میکنه در صف مروه میتونن ویلچر بگیرن و ویلچر بگیرن اونجا کرا میدن مونتا ای کسی که نشسته این باید نیت کنه وقتی میره به سمت مربع روش به طرف مربع باشه برمیگرده به سمت صفا روش به طرف صفا باشه نیت کنه و در حین سعی نباید به خوابها. خوابش اگر بباره سعی صفا حساب نمیشه اینم یادمون باشه ها در صفا و مربه لازم نیست که حتما با وضو باشه انسان در تواف با وضو بودن شرط بود در صفا و مربه با وضو بودن شرط نیست ولی باید چگار بکنه؟ باید بیدار باشه ولذا اون خانم هایی که عادت ماهوارشون هست و از تواف معذورن مجبورن که توافشان رو وکالت بدن که کسی از طرف اونا وکالتا انجام بده و نماز رو از طرف اونا وکالتا انجام بده خودشون میتونن صفا مربر خودشون انجام بدن چرا؟ چون در او تهارت شرط نیست بنابراین ما این نکته هفتم موالات و عرفیه در دورها نباید فراموش بشه یعنی پشت سر هم ما باید انجام بدیم تا اینجا چهارمین واجب از واجبات عمره مفرده انجام شد که سعی بین صفا و مروه بود حالا وارد پنجمین واجب از واجبات عمره میشیم که عبارت است از, از تقصیر وقتی که ما سعی بین صفا ما تمام شد به مرو رسیدیم اونجا تقصیر به جا میاریم تقصیر میکنیم یعنی چی یعنی مقداری از موی سر میگیریم البته اینجا در عمره مردها مخیرن میتونن سر بتراشن میتونن تقصیر کنن در عمره اون در حج واجبه که حتما کسی که بار اولش بود باید سر بتراشه ولی در عمره مخیرن میتونن مردا سرشون رو بتراشن یا مقداری از موی سر یا از موی ریش و محاسن خود بگیرن ولی خانم ها حتما باید تقصیر به جا بیارن یعنی از مویشون قیچی بکنن نیتش هم این میشه که اگر میخواد سر بتراشه میگه سر میتراشم جهت عمره مفرده قربتن الله که البته اونجا جای هست در بیرون مسجد الحرام سر میتراشن یا اگر تقصیر را انتخاب میکنه میگه تقصیر به جامعه آورم جهت عمره مفرده قربتن الله بعد خودش قیچی باید بکنه او کسی دیگری که از احرام بیرون نشده نباید موی را قیچی کنه هر کسی بهتر اینه که موی خودش رو قیچی کنه مگر اینکه بنده مثلا موی خودم رو قیچی کردم از احرام بیرون آمدم بعد اگر خواستم موی دیگری را قیچی کنم اشکال نداره در حالی که انسان هنوز خودش تقصیر نکرده نمیتونه موی دیگری را قیچی بزنه این در رابطه با تقصیر پس نیت تقصیر میکنه و بعد قیچی میکنه ممکنه بعضی بگن اگه بخواد قیچی نداشت بخواد بکنه کفایت نمیکنه حتما باید چیکار با کنه؟ با قیچی این کار رو انجام بده خب وقتی که تقصیرم اونجا کرد پنجمین عمل از اعمال عمره مفرده انجام شد باقی میمونه دو تا عمل دیگر دوباره برمیگرده داخل مسجد الحرام تصویر رو نگاه کنید برمیگردیم داخل مسجد الحرام از هر جایی از هر دری که وارد شدیم از هر جایی که وارد مسجد الحرام شدیم میم می داخل جمعیت مزاحمت نباید برای اونا داشته باشیم همراشون حرکت میکنیم دور میزنیم میم تا نزدیک حجر الاسود برسیم به حجر الاسود که رسیدیم اینجا ششمین واجب از واجبات عمره مفرده را انجام میدیم که اسمش طواف و هست این هم هفت دور توافه مثل همون تواف است شرایط همون شرایط واجبات همون واجباته که قبلا گفته شد فقط نیتش فرق میکنه الان شما چی نیت میکنید؟ نیت میکنید که تواف و به جامعه آورم جهت عمره مفرده قربتن الله که البته اونایی که برای خودشان عمر را انجام میدن خب برای خودشان نیت میکنن اونهایی که به نیابت از دیگری انجام میدن خب به نیابت از دیگری اینجا نیت میکنن از حجر الاسود شروع میکنین دور میزنین مثل همون تواف قبلی هفت دور این عدد باید حفظ بشه ها هفت دور ما که تمام شد دور هفتم باز به حجر الاسود که رسیدیم اینجا دور هفتمه که دیگه تمام میشه مواظب باشیم به حجر که رسیدیم نیت ختم تواف رو میکنیم یعنی هفت دور ما تمام شد این شد ششمین واجب از واجبات عمره مفرده یکی باقی میمونه و اون چیه اینه وقتی دور هفتم تمام شد بلا فاصله از اینجا میریم پشت مقام حضرت ابراهیم علیه السلام همی جای که همین جایی که این آقا استاده اینجا دو رکعت نماز تواف و نسا نیت میکنیم اینجوری دو رکعت نماز تواف و نسا به جا می آورم جهت عمره مفرد قربت الله عین همون نماز قبلی که خونده شد فقط نیتش این نماز تواف و نساست میتونیم بلند بخونیم میتونیم آیسته بخونیم عین ای هم از آن هم نداره وقت این دو رکعت نماز طواف که باید حتما پشت مقام حضرت ابراهیم باشه خونده شد این هفتمین عمل ما هم از عمره مفرده به پایان میرسه کلا عمره مفرده ما اینجا تمام میشه دیگه بعد از اون میایم داره هم جمع میشیم و برمیگردیم به میریم هتل حالا برنامه بعدی که باز بعد از اون چه کار باید بکنیم اون مدتی که در مکه معظمه هستیم میتونیم باز دوباره برگردیم مسجد الحرام اینم یه توضیح عرض کنم تواف کنیم هر مسجدی برای خودش یه آدابی داره هر مسجد تهیتی داره دو که از نماز تهیت اون مسجد میخونیم به غیر از مسجد الحرام که تهیتش توافه شما هر نوبتی که میان وارد مسجد الحرام میشین میتونین هفت دور تواف کنین از حجر الاسود شروع کنین هفت دور به حجر الاسود ختم کنین بعد دور کد نمازم بخوانین این دور کد نمازی که تواف مستحبی به جا میارین هر کجای مسجد هم اشکال نداره چون این جز آداب و عمره دیگه نیست میتونیم دور کد نماز را این تواف و این دور کد نماز را شما میتونین برای خودتون انجام بدین یا میتونیم به نیابت از پدر نیابت از مادر پدر بزرگ مادر بزرگ یا به نیابت همه امواتتون انجام بدید یا اینکه به نیابت ائمه معصومین انجام بدید تواف هفت دور تواف با دور کد نماز برای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و, علی و سلم برای امیرالمومنین یا برای همشون برای 14 نور مقدس این بستگی به نیت شما داره و چقدر وقت دارین یا چقدر در مسجد الحرام شما اجازه دارین که این کارا رو بکنین بالاخره از فرصت ها عزیزان باید نهایت استفاده را بکنین یک سفر کوتاهیه که دیگه ما باید بهره ببریم مثل اینکه کسی وارد یک باغ گل میشه یک کسی یک گل میچینه یکی دو گل میچینه یکی گل های متعددی بستگی به ذوق و سلیقه ما داره امیدواریم که خداوند متعال توفیق عبادت درست با نیت خالص و توفیق انجام واجبات عمره را به همه ما و شما و همه آرزومندان لطف و مرحمت بفرماید و سعادت و دنیا و آخرت را خداوند متعال به برکت این سفر نصیب و روزی همه ما بفرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته